به نام خدا. این جانب نورالله تازیکه حضور شما رو در کلاس درس با عنوان تحلیل رگرسیون لوجستیک دو حالتی در نرم افزار SPSS قدر میدانم. با امید است بتوانم با یک شیوه کاربردی به اهداف از پیش تعیین شده نائل آیم. در ابتدا مقدمه‌ای در رابطه با رگرسیون لوجستیک دو حالته رو با هم مرور می‌کنیم. رگرسیون لوجستیک دو حالته به منظور پیشگویی درباره یک متغیر رسته‌ای دودویی از یک مجموعه از متغیرهای پیشگو استفاده میشه. قبل از تشریح بیشتر این موضوع دو حالت زیر رو در نظر بگیرید. اگر تمام متغیرهای مستقل شما پیوسته و دارای توزیع مناسبی مثل نرمال باشن، اون وقت تحلیل تشخیصی یا discriminant analysis استفاده میشه. حالا اگر تمام متغیرهای شما رسته‌ای باشن، اون وقت از تحلیل لوجیت استفاده میشه. خب سوال پیش میاد تحلیل رگرسیون لوجستیک رو کی میتونیم استفاده بکنیم؟ دو حالت رو به شما معرفی میکنیم. حالت اول آمیخته ای از متغیرهای پیوسته و رسته ای رو در متغیرهای مستقل در اختیار داشته باشیم. حالت دوم اگر متغیرهای پیشگوی شما، متغیرهای مستقل شما دارای توزیع مناسب و نرمال نباشن، اینجا میتونید از رگرسیون لوجستیک استفاده کنید، چرا که در این تحلیل نیازی به داشتن تو فرض توزیعی در مورد متغیرهای مستقل ندارید. با یه مثال کاربردی بیایم وارد بحث اصلی بشیم. کاربرد رگرسیون لوجستیک در تحقیقات پزشکی رو مد نظر قرار میدیم. هنگامی که داشتن یک مرض در بیمار متغیر وابسته باشه. متغیر وابسته شما اینجا دودویه. طرف یا اون مرض رو دارد کد 1 یا ندارد کد 0. به یه نکته اساسی من اینجا اشاره میکنم، اونم این هستش که در رگرسیون لوجستیک متغیر وابسته به طور مستقیم در معادله شما حضور پیدا نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که بنویسید y مساویه با a اضافه به x، این رو ندارید، بلکه یک تابع احتمالی در معادله رگرسیونی نمود پیدا میکنه. خب وقت اون رسیده که بررسی دقیق تر رگرسیون لوجستیک بپردازیم. این کار رو بهتر دیدیم که با یه مثال انجام بدیم، اونم مثالی که ساده ترین حالت رو میخواد بررسی بکنه. یعنی فقط یه متغیر مستقل دارید. این مثال رو با هم مرور کنیم. در این مثال متغیر وابسته شما تصمیم اون فرد هستش که میخواد تحقیق رو ادامه بده یا چیکار کنه؟ ادامه نده. یعنی توقف تحقیق یا ادامه تحقیق. متغیر مستقل رو هم ما جنسیت در نظر گرفتیم. پس جنسیت یا زن یا مرد. یه سری به داده ها تو SPSS بزنیم. ما متغیر تصمیم گیری رو که decision هست در ستون اول و متغیر جنسیت رو در ستون دوم گذاشتیم. به این صورت هم کد بندی کردیم. 0 توقف تحقیق، 1 ادامه تحقیق. تو جنسیت ها 0 زن، 1 مرد. نگاه کنید من لیبل رو فعال میکنم، استاپ کانتینیو فیمیل میک کد ها رو یه بار دیگه متناظر کنید، 0 زن، 1 مرد. یه نکته خیلی خیلی مهم، کد هایی که برای متغیر وابسته استفاده کردید تا آخر تحلیل همین هستن، ولی مشاهده میکنیم که برای متغیرهای رسته ای که در مجموع متغیر مستقل قرار میگیره این حالت وجود نداره. اینو من در جای مناسبش بهتون دوباره متذکر میشم. من مدل رگرسیونی الان میخوام بنویسم. مدل رگرسیونی چیه؟ به عقب برمیگردیم. همونطوری که اشاره شد متغیر وابسته شما به طور مستقیم در معادله وجود نداره، در معادله رگرسیونیتون. معادله رو ببینید. در واقع در اینجا مدل رگرسیونی پیشگویی لوجیت خواهد. یعنی چی؟ یعنی لوگاریتم طبیعی بخت. وقتی اینکه تصمیم 1 یا 0 بگیرید. ln odds مساوی با a به اضافه b x، که اینجا x ما هم متغیر مستقل جنسیت بود. وای هات چیه؟ بچه اینجا وای هات با اون وای فرق داره. وای هات اینجا احتماله. نکته خیلی خیلی مهمه دیگه. کد یکی رو که برای متغیر وابسته در نظر گرفتید به عنوان رخداد پیش آمد تعریف می‌کنیم. گفتم وای هات اینجا چیه؟ احتماله. احتمال رخداد پیش آمد. احتمال رخداد پیش آمد مساوی با کد یک متغیر وابسته. یعنی چی؟ یعنی ادامه تحقیق. پس وای هت اینجا برابر با احتمال اینکه فرد به ادامه تحقیق تمایل داشته باشه، تقسیم بر احتمال اینکه فرد به ادامه تحقیق تمایل نداشته باشه. این بهش میگیم بخت. پس لوگاریتم بخت مساوی میشه به ترکیب خطی. ما میخوایم این معادله رو بررسی بدیم به داده. بحث نظری و تئوری رو میذاریم کنار، وارد نرم افزار SPSS میشیم تا خروجی اون رو بگیریم، تحلیل کنیم. کاربردی ترین حالتی که ما میتونیم رگرسیون لوجستیک رو بهتون آموزش بدیم همینه. خستتون نمیخوایم بکنیم با تئوری نظری، تو کتاب ها و جزوه های مربوط به رشته های خودتون میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. برای انجام این تحلیل منوها رو به این صورتی که من انجام میدم دنبال کنید: Analyze، Regression، Binary Logistic رو کلیک کنید. پنجره گفتگویی باز میشه که دوم میتونید تحلیل رگرسیون لوجستیک رو تنظیم بکنید و در افزار فرمان اجرا بدید.
متغیر دیسیژن رو به باکس دیپندنت منتقل کنید، یعنی متغیر وابسته منه. متغیر جنسیت رو به باکس کووریت منتقل کنید، یعنی متغیر مستقل منه. تو بخش کاتگوریکال اگه برید، من نمیخواستم تنظیمات رو تغییر بدم، فقط یک اشاره کوتاه میکنم. تو بخش کاتگوریکال اگه برید، در واقع میتونید تنظیمات مربوط به متغیرهای رسته‌ای مستقل رو انجام بدید. تو بخش سیو به شما امکان ذخیره انواعی از اطلاعات رو میده. تو بخش آپشن میتونید آزمون‌هایی رو برای نیکویی برزش مدلتون انتخاب کنید یا معیارهای همگرایی الگوریتماتون رو یا دیسیژن رول رو تغییر بدید. و تو بخش بوت استرپ هم گزینه‌های دیگری در اختیارتون قرار گرفته. تو بخش متد روش‌های اجرای تحلیل رگرسیون رو در اختیارتون قرار میده نرم افزار. من نمیخوام هیچ کدوم از این پیشفرض‌ها رو تغییر بدم. میخوام فقط به نرم افزار بگم اجرا کن. اوکی رو کلیک میکنم تا خروجی رو با هم بررسی کنیم. جدول اول مربوط به این هستش که وضعیت داده های شما به چه صورت. میگه اطلاعات شما 315 ردیف داشته، 315 نفر به تحلیل وارد شدن. داده گم شده اصلا نداشتید، بنابراین تحلیل رو با 315 نفر من بستم. میگه متغیر وابسته شما کداش به این صورت هستش: توقف 0، ادامه 1. خروجی نرم افزار دو بلوک داره، بلوک 0 و بلوک 1. در بلوک 0 هیچ متغیر مستقلی ورود پیدا نمی‌کنه، بنابراین فقط عرض از مبدأ توش هست. در بلوک 1 متغیرهای مستقل به روش اینتر وارد میشن، یعنی همشون در هر چیزی که شما بدید توی معادله لحاظ میشه و برآوردها در اختیارتون قرار میگیره. برگردیم به بلوک 0. تو بلوک 0 جدول رده‌بندی در اختیارتون قرار گرفته، کلاسیفیکیشن تیبل. میگه که این کلاسیفیکیشن تیبل در 59% مواقع داره حدس درست رو به شما میده. ببخشید، شما اصلا قرار شد تو بلوک صفر اطلاعی رو به مدلتون اضافه نکنید، یعنی فعلا متغیر جنسیت به مدل اضافه نشه. بچه‌ها وقتی هیچ اطلاعی ندارید بهترین استراتژی چیه؟ 187 نفر گفتن توقف تحقیق، 59%. 128 نفر گفتن ادامه تحقیق، 41%. بهترین استراتژی چیه؟ اون حالتی که بالاترین درصد رو داره، اون رسته‌ای که بالاترین درصد رو داره به عنوان پیشگوییتون لحاظ بکنید. یعنی من چشم بسته بگم هر کی که اومد رأی داده به توقف تحقیق. با این استراتژی شما در 59% مواقع دارید درست پیشگویی میکنید. جدول variables indication رو نگاه بکنید، میبینید فقط عرض از مبدأ توشه که با کانستنت نرم افزار SPSS معرفش کرده. با این حساب معادله رگرسیونی شما به چه صورته؟ به من اگه بخوام بنویسم چجوری می‌نویسم؟ میگم LN odds، معادله رو به ذهنتون بیارید، LN odds مساویه با منفی 379000. اگه طرفین این معادله ای که ما الان بهتون معرفی کردیم به توان ای برسونید، ستون آخر رو خواهید داشت، اکسپوننشیال بی که شده 684000. بچه این بختی پیشگویی شده است. این بختی پیشگویی شده رو الان من بگم تو این حالت حساب کنیدتون خیلی ساده است دیگه، چون هیچ متغیری چیزی وارد نشده. برگردید به متغیر وابسته تون. متغیر وابسته کد 1 یا رخدادتون چی بود؟ ادامه تحقیق. 128 نفر بودن. ادامه توقف تحقیق چند نفرن؟ 187. 128 رو تقسیم بر 187 کنید، همون 684000 رو به دست میارید که بختی مشاهده شده است. حال بیاییم بلوک 1 رو بررسی کنیم، یعنی اون چیزی که برای ما اهمیت داره و اون چیزی که میخواییم به عنوان خروجی و تفسیر در مقالات یا تحقیقات خودمون ارائه بکنیم. جدول اول به این آزمون فرضیه میپردازه. آیا اون متغیرهای مستقلی که دارید به مدل اضافه میکنید از لحاظ آماری مناسبن برای اینکه بیان تو تحلیل ورود پیدا بکنن؟ اصلا از نظر آماری تاثیرگذار هستن؟ بهش میگن آزمون کلینگر، Omnibus Test، آزمون‌های کلینگر. نگاه کنید مقدار بلوک رو، 25653 مقدار خی دوتونه. DF درجه آزادی 1 درجه آزادی، سطح معنیداری کمتر از 1000، بنابراین فرض صفر رد میشه و میپذیریم که متغیر جنسیت اگر به مدل اضافه بشه از لحاظ آماری حضورش معنی داره و مسمر به فایده است. جدول بعدی رو بیایم با هم مرور کنیم، مدل سامری رو، خلاصه مدل رو با هم بیایم مرور بکنیم. مشاهده میکنید که آماره منفی 2 تا لوگ لکلیهود برابر با 399913 شده. این آماره بچه میزان ضعف پیشگویی مدل در تصمیم گیری رو اندازه‌گیری میکنه.
یعنی منفیه، هر چی بزرگتر باشه یعنی بده. پس از این رو هر چی مقدار آمار کوچیک‌تر باشه مدل چیه؟ بهتره. اگه بخوایم دو تا مدل رو مقایسه کنیم، بنابراین میتونیم بگیم هر کدوم کوچیک‌تر بهتره. SPSS این آماره رو برای مدل ارز از مبدأ به شما چیزی نداده، ولی میتونید اون رو به دست بیارید. کافیه این 399 رو با این 25 و 653 جمع بکنید تا عددش در بیاد 425 666. در واقع میتونیم بگیم که با حضور متغیر مستقل جنسیت به میزان 25 ممیز 653 این منفی دو تا لوک لایکلیهود چی شده؟ کاهش پیدا کرده. تو این جدول دو تا مقدار آورده، آر اسکوئر آر اسکوئر، یکیشون کاکس اسنل، دومی نگل کریک است. نکته، مگه میتونیم اینجا آر دو رو با اون شیوه که قبلا داشتیم حساب کنیم؟ میگم خیر، این آماره رو نمیتونیم مثل قبل محاسبه کنیم مثل اون آر دو. اینا شبه آر دو هن، یه نمودی از اون آر دویه که ما قبلا تو ریگرسیون استاندارد داشتیم. این مقدار اینجا شده 778000 برای کاکس اسنل و نگل کریک 106000. توجه به این نکته رو داشته باشید که نگل کریک آر اسکوئر به نوعی تصحیح شده کاکس اسنل که حد اکثر مقدار آر دو رو، یعنی یک رو به خودش میگیره، ولی کاکس اسنل حد اکثر مقدار رو نمیگیره. بنابراین توی توصیفاتتون میتونید به نگل کریک فقط اشاره کنید. بیم جدول variables in the equation رو با هم بررسی کنیم. مدل رگرسیونی الان میتونید بنویسید؟ بله میتونم. ln odds مساویه با 1.217 ضرب در جنسیت منهای 847. اینو در نظر بگیرید. این جدول رو میخوام برگردم، خودمون بیایم یک محاسباتی انجام بدیم و روی این جدول این مدل ریستر بشه. خب معادلمون رو که نوشتیم، ln odds مساویه با ln وقت ها مساویه با منفی 847 به اضافه 1.217 ضرب در جنسیت. وقتمون بنابراین اگه طرفین رو به اکسپوننشیال برسونم، وقتمون مساوی با این میشه، ای به توان آب اضافه به ایکس، که اینجا آب اضافه به ایکس رو داریم. جنسیت ما یه صفر، کدش یک، صفر مساوی با برای مردها، برای زنها بود یک، برای مردها بود. وقت برای خانم ها شده 429000، برای آقایون شده 1.448000. من وقت اینکه مرد به ادامه تحقیق رأی بده 1.447 و برای خانم ها 429000 هست. میتونیم احتمالات رو هم حساب کنیم. میگیم بله، odds مساویه با احتمال تقسیم بر یک منهای احتمال رخداد بود. اگر این رابطه رو حل کنیم به این صورت خواهد بود، y حد مساوی به odds بزافیم. برای خانم ها احتمال اینکه به ادامه تحقیق تمایل داشته باشن 0.3، برای آقایون 59% هست. این رو تا اینجا مد نظر داشته باشید. بنابراین میتونیم بگیم که آقایون در 50 احتمال داره 59% به ادامه تحقیق و خانم ها 0.3 یا 0.03 به ادامه تحقیق رأی بدن یا تمایل داشته باشن. اگه یادتون باشه جدول variables in the equation این جدول بود، رابطه هم که با هم بررسی کردیم، ستونی داره به نام exponential یا ای به توان b، ای به توان این ذره. این ستون به نام نرخ بخت پیشگویی شده مدل شناخته میشه. پس اگه گفتن نرخ بخت پیشگویی شده مدل چقدره، به این ستون توجه میکنه و یکی از ستونهای مهم است. حالا این نسبت بخت رو شما میتونید به روش دیگه هم محاسبه کنید. میگم بله میشه این کار رو کرد. چه کار باید بکنیم؟ به این صورت. بیاین بخت ها رو یه بار دیگه بنویسیم. بخت برای خانم ها شده بود 429000، برای آقایون 1.448000. نسبت بخت های پیشگویی شده شما بنابراین میشه 3.376000، همون چیزی که قبلا دیده بودیم. یه نکته، ما میتونیم از این معادله‌ای که به دست آوردیم حالا برای رده‌بندی آزمودنی‌ها استفاده کنیم. یعنی بر اساس مدل اگه جنسیت یکی رو بگم که توی رسته قرار میگیره که تمایل به ادامه تحقیق داره، یا توی رسته قرار میگیره که به توقف تحقیق می‌خواد رأی بده. خب ما گفتیم این احتمال این که به ادامه تحقیق خانم رأی بده چقدره؟ 3. برای آقایون چقدر بود؟ 5.9. قبل از اینکه از این اطلاعات برای رده‌بندی آزمودنی استفاده کنیم، بیایم در مورد قاعده تصمیم‌گیری صحبت کنیم. اصلا قاعده تصمیم‌گیری چیه؟ بچه‌ها قاعده تصمیم‌گیری رو من به صورت زیر تعریف می‌کنم. اگر احتمال پیش اومده یک رخداد که اینجا ادامه تحقیق است بزرگتر یا مساوی یک آستانه باشه، بزرگتر یا مساوی، پیشگویی می‌کنیم که این پیش اومد رخ داده. خب SPSS این قاعده تصمیم گیری مقدار پیشفرض چند در نظر گرفته؟ نیم یا 50%. خب این به نظر منطقی هم است. اگر بزرگتر مساوی نیم بود بگیم ادامه تحقیق، کمتر شد بگیم توقف تحقیق. به این نکته باید اشاره بکنیم، مواقعی وجود داره که این قاعده تصمیم گیری لازم نیست نیم باشه، یعنی بزرگتر یا کوچیک‌تر بودنش هم میتونه مد نظر قرار بگیره. خب با این استدلال و با این مقدار پیشفرض SPSS خانم ها در دسته توقف تحقیق قرار میگیرن و آقایون در دسته ادامه تحقیق. حال قصد داریم
جدول ردبندی یا کلاسیفیکیشن تیبل رو با هم بررسی کنیم که یکی از جداول مهم برای مخصوصا برای گزارش دهی توی تحقیقاتتون هست. توی این جدول 4 اصطلاح وجود داره که ما باید رو اون توافق داشته باشیم. اولین اصطلاح حساسیت پیشگوییه یا سنسیتیویتی، برابر با چیه؟ احتمال اینکه پیش آمدی رخ داده است و شما به طور صحیح پیشگویی کردید. خب اقام تو جدول کلاسیفیکیشن تیبل به خونش اشاره بکنم، کدوم خونه میشه؟ رخ داده باشد یعنی 128 تا و شما صحیح پیشگویی کرده باشید 68 تا. 68 تقسیم بر 128 اینجا برابر با 53 و 1. برای میزان حساسیت پیشگویی شما خیلی راحت شده 53.